امروز میخوایم در مورد یک مسئله بسیار مهم صحبت بکنیم قانون کپی رایت یک قانونی که سالهاست چه افراد هرفهی چه غیر هرفهی همه درگیرشن و مدت هاست که خب ما هم در رسانه موزیکلند بارها در رابطه باش با صحبت کردیم اتفاقاتی هم اخیرا دوباره افتاده در این رابطه که حتما بهشون میپردازیم اما توی این برنامه میخوایم در رابطه با اینکه قانون کپی رایت چرا بین ما ایرانی ها و هنرمند های علل خصوص بخش موسیقی حوزه موسیقی چرا این قانون رعایت نمیشه دلایلش چیه و یه سری نکات داره که مطمئنم برای خیلی هامون جذابه پس این برنامه رو از دست ندید و تا آخر همراه ما باشید کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب بکنید زنگولش رو بزنید و یه کامنت فینگلیش هم برامون بذارید به رسانه موزیکلند خیلی خوش اومدید موزیک لند رسانی اختصاصی موسیقی ایران سلام من علی حسین پور هستم و اینجا موزیک لنده و میخواییم در رابطه با قانون کپیرایت صحبت بکنیم اینکه چه اتفاقاتی میافته که خیلی از هنرمندهای ما امروز همکاری هاشون رو قطع کردن مخصوصا با خواننده ها میدونیم دیگه حالا اگر نخوایم اشاره مستقیم بکنیم خواننده هایی که میشناسیم بسیار بزرگن و در جایگاه تاپ لول قرار دارن خیلی وقته که با تران سراها و آهنگسازهایی که در بزرگ شدن این افراد در معروفیتشون کمک کردن مدت هاست که همکاری ندارن ما میخوایم بدونیم که این قضیه از کجا آب میخوره ایران جز پنج کشوریه توی دنیا پنج تا کشور توی دنیا وجود دارن که قانون کپی رایت توشون اجرا نمیشه ایران متاسفانه یکی از همون کشور هاست چه در گذشته و چه در حال حاضر این قانون بسیار شکننده بوده و خیلی دست پایین گرفته شده توی گذشته اینجوری بوده که فقط کمپانی های نوار اون خواننده هایی رو که معروف می می رفتند حقوق نوازنده ها آهنگساز ترانه سراب و اجاره استودیو و تمام مسائل این مدلی رو اونها پرداخت میکردن. این میشد که اجرا کننده کار میشد خواننده و دیگه هیچ حق مالکیتی روی اثر نداشت از اون طرف شرکت نواری که بالا توی دوره وارتان آونسیان توی ایران به اسم آونگ شناخته میشد و بعد که رفتن آمریکا بعد از انقلاب توی آمریکا شد شرکت های مختلفی بود مثل ترانه مثل کلتکس رکوردز مثل حالا شرکت های دیگه اینها میشدن صاحب اصلی اثر با توجه به حق واگذاری که از صاحب اثر می گرفتن. قبل از انقلاب خواننده راه کسب درآمدش از موسیقی از موزیکی که اجرا کرده بود این بود که توی مهمونی ها بخونه توی کاوارا ها بخونه حالا یک مجلس خصوصی بزمی چیزی زمانی هم که انقلاب شد رفتن اون طرف و بعد از کلی دوندگی و اتفاقاتی که افتاد رسید به کنسرت الان راه درآمد خواننده از راه کنسرت حالا این حق کپیرایت چطوری پرداخت میشه؟ سالن های کنسرت زیر نظر کمپانی هایی هستن که حق صاحب اثر رو پرداخت میکنن خواننده میره لیست آهنگ هایی رو که میخواد اجرا بکنه رو میده به, سالن کنسرت اینها نگاه میکنن که توی این اجرا به طور مثال من علی حسین پور میخوام منو گنجشکای خونه رو اجرا بکنم حالا توی اروپا یه جایی به اسم گاما توی آمریکا محل ثبتی توی واشنگتن دی سی که اینها اتفاقی که میفته چیه اینا میان پول رو از سالن میگیرن پول صاحب اثر رو اون حق صاحب اثر رو و پرداخت میکنن به من اردلان سرفراز یا من حسن شمایی اما این در صورتیه که من اردلان سرفراز یا من حسن شمایی یا من علی حسین پور یا هر آن کس دیگری که هست به اسم خالق اثر شناخته میشه اسمش رو در اون سازمان ثبت کرده باشه حالا این ثبت در اون سازمانه به چه صورته من شرکت گاما 250 دلار پول میگیرم از آقای ایکس میگم که آقای ایکس شما ترانت ثبت پیش من از این به بعد هر سالونی گفت که فلان آهنگ رو میخونم من میدونم که این پولش مال شماست و این پول رو به حساب شما واریز میکنم حالا شبکه های تلویزیونی رادیویی بیمارستان ها نمیدونم مال ها هر جایی که بخواد از اثر شما استفاده بکنه اینا میرن استعلام میگیرن از شرکت هایی که این آثار درشون ثبت شده و از اینجا به بعد باید هزینه های استفاده از این آثار رو واریز بکنن به حساب همین شرکت ها که بعد اون شرکت ها طرف حسابشون میشه خالقین اثر و پولار بهشون پرداخت میکنه اینها شامل تلویزیون ها رادیو ها و هر, جایی توی اتوبوس میخواد پخش بشه توی مال توی خیابون شهرداری بخواد استفاده بکنه فرقی نمیکنه هزینه کپی رایتش باید پرداخت بشه حالا این اعداد و ارقام چقدره از تلویزیون به طور مثال اگر کار پخش بشه از رادیو اگر پخش بشه یا مثلا جایی بذارن کار رو 25 سنت به ترانه سرا میدن بابت هر بار پخش یا مثلا 50 سنت به آهنگساز میدن حالا اینکه میگم مثلا چون که عدد دقیقش رو نمیدونم ولی توی همین حدوده حالا 25 سنت نباشه 30 سنت باشه 30 سنت نباشه 35 سنت ولی عدد به سنته یعنی مثلا اگر چهار بار در روز شبکه به طور مثال من تو بخواد آهنگ آقای ابی رو پخش بکنه اگر دل پوش باشه باید اون چهار دفعه که پخش میکنه هزینه ای که پرداخت میکنه به شرکت ثبت کننده یک دلار واریز میشه به حساب شهیار غنبری به عنوان ترانه و حدود دو دلار واریز میشه به حساب جناب آقای صادق نجوکی به عنوان آهنگساز اثر حالا این قضیه چرا برای من آمریکایی میصرفه من میبینم یک اثری تولید کردم به اسم مثلا ریممبر می میام این،, این،, کار رو پخش میکنم توی 700 شبکه رادیویی تلویزیونی که همه اینها موظف به رعایت قانون کپی من ترانه این کار رو نوشتم مثلا یه دوستی هم دارم به اسم اکبر میخایلوف اونم اومده آهنگسازی شو کرده و تنظیم, تنظیم شده و این کارم رفته برای پخش زمانی که از 700 کانال مختلف رادیویی و تلویزیونی پخش بشه در روز حداقل هر کدوم از اینها سه بار پخش بکنن میشه 2100 عدد مثلا پخش در روز آهنگ من چیزی ترانه ای که من نوشتم این 2100 رو وقتی که تقسیم میکنیم به مثلا 50 سنت میشه 1000 دلار 1050 دلار من 1050 دلار بابت اون 1050 دلاری که دارم میگیرم خب برام صرف میکنه برام 250 دلار بدم به یک شرکت ثبت و این کارها رو برای من ثبت بکنه از اونور ور کپی رایت رو بگیرم پس برای من آمریکایی صرف میکنه حالا این برای من ایرانی آیا به صرفه هست یا نه باید ببینیم چند تا تلویزیون چند تا رادیو چند تا وبسایت وجود داره که اگر کار من رو پخش بکنن این عدد به عدد 700 برسه و تازه اون عدد 700 که شد تازه اون پولی که من رفتم بابت حمایت از اثرم برای ثبت اثرم هزینه کردم به من برگرده یا نه و شاید یکی از دلایلی که آثار خالقین اثر بزرگ ما استادانی که وجود دارن اگر تا امروز به حقشون نرسیدن شاید در قدم اول قدم رو اشتباه برداشته باشن و کارهاشون رو ثبت نکرده باشن در صورتی که اگر کاری ثبت شده باشه هیچ کسی نمیتونه حق شما رو برای اجرای اثر شما ازتون بگیره و این اصلا یک قانونی که اگر هم این اتفاق بیفته شامل جریمه های بسیار سنگین میشه اینها رو گفتم اما این مطلب رو هم حتما باید ذکر بکنم اگر خالق اثری اثرش رو ثبت نکرده باشه دلیل بر این نمیشه که هر کسی هم این اجازه رو داشته باشه که بتونه هر بلایی سر اون اثر میخواد بیاره این تنها برای واریز وجه حق قانون کپیرایت که شرکت های مرتبط این حق رو برای, برای شما قائل بشن و این پول شما رو به طور قانونی بدون اینکه شما اصلا خبر داشته باشید این پول برای شما واریز بشه اگر کارهاتون رو ثبت بکنید اگر هم ثبت نکرده باشید اینجوری نیست که من علی و حسین پور بلنشم هر بلایی دلم خواست سر کارتون بیارم به اسم خودم هم, سبقه هم نه از این خبرها هم نیست اینا رو اشتباه نگیریم با هم دیگه اینجاست اون قضیه که باید ببینیم آیا جنابان فرید زولند حسن شمایزاده جناب صادق نجوکی اردلان سرفراز ایرج جنتی عطای شهیار غنبری آیا برای ثبت آثارشون این هزینه ها رو پرداخت کردن یا نه ارادتمندم حتما نظراتتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسین همه رو میخونیم و تا جایی که بشه جواب میدیم یه تبادل نظر بکنیم ببینیم اگر شما تران سرا بودید آهنگساز بودید کارتون رو ثبت میکردید براتون صرف داشت یا نه خیلی چکریم اول پول دوم سلامتی سوم آبرو براتون آرزو میکنم تا این قسمت دیگه در رسانه موزیکلند خدا نگهدار.